سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک بیننده های محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. مفتخرم که باری دیگر از کنار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با پخش زنده دیگر از هشتگ سوژه در خدمت شما بزرگواران باشم، به این امید که انشاءالله شما هم به زودی و خیلی زیاد مشرف بشید کربلا و از نزدیک حضرت امام حسین علیه السلام رو زیارت کنید. همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض میکنم که به شهر مقدس کربلا خوش اومدید. وقتی سخن از مرگ به میان می آید، برخی آن را چنان هیولای وحشتناکی توصیف می کنند که گویی از بیرحم ترین قاتل جهان سخن می رانند. برخی نیز جهان بینیشان چنان است که زندگی را از تولد تا مرگ می دانند و بی توجه به پایان مسیر فقط مشغول خود مسیر هستند. این در حالی است که خدای متعال در آیه 64 سوره مبارکه عنکبوت حیات و زندگی ابدی را پس از مرگ و در آخرت معرفی می کند. به راستی نگاه واقع بینانه و خردمندانه در مورد مرگ چگونه باید باشد؟ من مسعود بهنام هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو در اختیار شما بیننده های محترم قرار میده که از هر کجای این کره خاکی که هستید با هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوژه امشب بیان کنید و با میلیون ها بیننده ی هشتگ سوژه تبادل نظر داشته باشید. راه های ارتباطی برنامه رو برای شما مرور میکنم: 2-0-964-770-309-6135 شماره برنامه هشتگ سوژه هست که از طریق تلفن و واتساب میتونید با ما در ارتباط باشید. بیننده هایی که از کشور ایران هستند علاوه بر این شماره میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 5011-4070 اسمس ارسال کنند و شناسه ما در اینستاگرام @سوژه هست. بیننده های محترم، به شهر مقدس کربلا خوش اومدید. صدا و تصویر ما را از استدیو بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام دریافت میکنید. مسئله مرگ و مردن مسئله است که بسیاری از مردم مرگ را به معنای فنا و نیستی و نابودی تفسیر میکنند و بدیهی است که انسان از فنا و نیستی وحشت داشته باشد و حتما از آن گریزان خواهد بود. شما چگونه هستید؟ آیا از مرگ ترس دارید؟ سلام میکنم با آقای محمد از آلمان. آقا محمد، صدای من رو دارید؟ آقای محمد از آلمان، اگر صدای من رو دارید سلام میکنم خدمت شما.
خب ظاهرا ایشون صدای من رو ندارن. سلام علیکم و رحمت الله. بله تماس وصل شد. وقتتون بخیر آقا محمد. سلام علیکم. دارین؟ بله صدای شما پخش میشه در کربلا. خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان شبکه سلام تقدیم میکنم و از این فاصله دورم بر امام حسین و علی ابن حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین سلام میفرستم. من در خدمت احسنتم. زیارتتون قبول باشه. خواهش میکنم بفرمایید که آقای محمد چرا برخی از مردم از مرگ میترسن و آیا شما این ترس و حراس رو دارید؟ خدمت شما و تمام بینندگان هر شما مرگ یک امر فطری است که خداوند تبار تمام خلقت انسان ها اساس زندگی در نهایت ما در حالت فنا قرار داریم و این که مرگ میترسه یا نمیترسه این ارتباط به حالت معنوی خود انسان ها و اعتقاد از خب شما چگونه هستید در مورد مرگ؟ آیا وقتی که صحبت میشه براتون ناخوشاینده؟ الو آقای محمد. الو. خب صدای بنده رو نداشتن و تماس از دست رفت. عرض کردم بیننده های محترم که برخی از مردم هستن که تفسیرشون از مرگ فنا و نیستی و نابودیه و شاید یکی از عواملی که از مرگ ترس و حراس داشته باشند این مسئله باشه، ولی دلایل مختلفی بیان میشه برای اینکه مردم از مرگ میترسند و دلایل مختلفی داره و امشب میخوایم ببینیم که آیا شما این گونه هستید، از مرگ میترسید، آیا مرگ اساساً مقوله‌ای هولناک و ترسناک هست، اگر میترسید دلیلش چی هست، اگر ترسی ندارید چرا و چگونه به این مرحله رسیدید که از مرگ ترس ندارید و شاید استقبال هم بکنید و نظرتون رو در این رابطه امشب میپرسیم و اینکه دیدگاه اسلام نسبت به مرگ چگونه هست و اهل بیت علیهم السلام در مورد مرگ چه میفرمایند. سلام میکنم به آقای مجید از شیراز. سلام علیکم و رحمت الله. وقتتون بخیر آقا مجید. خواهش میکنم من سلام کنم خدمت به خواهش میکنم بفرمایید. السلام علیکی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک. السلام علیکی یا قمر الاشیده یا ابا الفضل الاطباف. در رابطه با مرگ به نظر من اسلام و خصوصا مذهب شیعه بهترین و کاملترین نظریه رو داره. مرگ از این جهت که به قولی پوسیدن نیست که از پوست در آمدن است. بله. یعنی که ما به واسطه مرگ بالاخره میریم به یک سرا و یک دنیای دیگری که اگر تو این دنیا زحماتی کشیده باشیم نتیجهش رو قاعدتا اونجا خواهیم دید و اگر خدای نکرده گناهانی از ما سرزده اونجا باید عذاب و عقابش رو ببینیم. ما اینکه این همه در زیارات اهل بیت علیهم السلام آرزوی دیدن اون بزرگواران رو داریم، آرزوی زیارت اون بزرگواران رو داریم، حالتا با مرگ باید خیلی خوشحال باشیم که میتونیم به انشاءالله به این بسال برسیم. انشاءالله. از فهوای کلام شما این رو متوجه شدم که نگاه بسیار زیبایی به مرگ دارید شما. از این جهت که مرگ همونه انشاءالله ما با توجه به دینی که داریم و منصب اثناعشری که داریم خداوند ما رو هدایت کرده به این مذهب الحمدلله، قاعدتا با توجه به مسئله شفاعتی هم که الحمدلله در دین ما وجود داره خب قاعدتا یعنی ترسی آنچنان نداشته باشیم، گرچه حالا گرفتاری های مادی و دنیوی و اینا انقدر گاهی وقتا آدم رو مشغول میکنه که آدم رو از این لذت گاهی وقتا دور میکنه و چه بسا اگر از همین الان از کسی از من بپرسه آیا مثلا آمادگی مرگ داری، چه بسا همین الان بگم نه، ولی از این جهت که ما به جهت اینه که گفتن از دنیا مزرعه تو آخره، دنیا مزرعه ای آخرت، ما در این دنیا تلاش کنیم
بالاخره کارهایی رو که از ما خواستن، امتحانایی که از ما خواستن رو بتونیم خوب از پسشون بر بیاییم، قاعدتا انشاءالله با مرگ میرسیم به اون چیزهایی که به ما وعده دادن انشاءالله و به وصال خداوند و حضرات اهل بیت میرسیم. تشکر میکنم از تماستون و اینکه نظرتون رو بیان کردید. خدا حافظ شما. یا علی مدد، تماس آقای محمد وصل شد و ادامه صحبتتون رو میشنویم. مجددا سلام شما عرض میکنم که علیکم السلام. ببخشید صحبت من قطع شد. خواهش میکنم ادامه بدید صحبتتون رو. بله آقا محمد، صدای من رو دارید؟ من صدای شما رو دارم، من نمیدونم شما صدای من. بله، صدای شما هم پخش میشه. بفرمایید ادامه بدید صحبتتون رو. خدمت شما عرض شود که کسانی که اعتقاد، البته مسئله خود معاد یک امر ضروری در قضیه مرگ، کسانی که در معاد عقیده دارن، اونا بر از اونا مرگ بالاخره یک نقطه وصل سازی زندگی مادی و زندگی معنوی، و چنانچه ما در مراتب ایمان، البته این قضیه مراتب ایمان است که یک ایمان است که ما ایمان داریم که خدا قیامت و پیامبرانش وجود داره، اما بله. یک وقتی را با جواره خود احساس میکنیم که جواره احساس کردن زمانی که امام علی علیه السلام زمانی که زحمت بر سرشان میخوره میگه فوس به رب الکعبه، یعنی انقدر ایمان از اونا کامل بود که بیرون شدن از این دنیا را به اون دنیای ابدی یک افتخار و یک کامیابی میدانست. البته انسانایی که از نقطه نظر مادی در دنیا وابسته هستن و این دنیا را فقط زندگی مادی میدانن، اونا واقعا از مرگ ترس دارن چون اینا نهایت میدانن، اما کسانی که برای عقیده از اونا برای که ما فردای محشر یا فردای در زندگی دوم یا بعد از اینکه ما میمیریم دوباره زنده میشیم، اونجا از ما حساب داره و بالاخره مکافات عمل در اونجا هست، اونا کوشش میکنن که مثلا در مسائل دینی و مسائل شرعی و چیزی که خداوند هدف خلقت ما و شماست که ما را خلق کرده که هدف عبادت است، و عبادت البته شرایط مختلف را که در کتاب آسمانی قرآن کریم بر ما و شما نازل کرده، اگر به اون مسائل ما عمل میکنیم و در پیشگاه خدا پیش میکنیم و در مسیر خدا حرکت میکنیم، مرگ بر ما یک شیرینی است که بالاخره از دنیای فانی به صورت اساسی به دنیای ابدی میریم. و اگر ما به قرآن کریم مثلا رجوع میکنیم، مثلا در سوره زمر یا سوره های دیگه که خداوند بر ما و شما مکافات از زیر کسانی که در مسیر خدا حرکت میکنن چی به مکافات در اون دنیای ابدی بر ما انتظار میکشه، واقعا این زندگی بر اون زندگی اگر ما ببینیم اصلا ارزش نداره. واقعا خود خداوند یقینا همینطوره. احسنتم. ما میگن ببخشید که این زندگی یک متاع بسیار ناچیز است، و ما اعتقاد من شخصی است بر دوستان خود که اگر بیشتر مثلا خودم مشغول بسازن به قرآن کریم و به حدیث و ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام و اساسات از اونا رو در زندگی خود پیش ببرن، مرگ یک جایزه است که بالاخره ما از طرف خداوند تبارک تعالی بر ما یک برکت است که بر ما داده میشه که ما در مسیر خدا باشیم، و این یک روز خوش است بر ما. اما برای کسانی ان شاء الله که همینطوره. تشکر میکنم آقای محمد از تماستون و اینکه نظرتون رو بیان کردید. خدا نگهدار شما. یا علی مدد. ببینید بینندگان محترم، بعضی فکر میکنن که شاید الان به خاطر وجود مشکلات زیادی که در بسیاری از جوامع وجود داره مردم از مرگ میترسند یا بالعکسش، ولی حقیقت این نیست. حقیقت اینه که از ابتدای خلقت همین بوده و معمولا انسانهایی بودن در هر دوره و زمانی که از مرگ در هراس بودن. حتی در زمان اهل بیت علیهم السلام و از همون صدر اسلام کسانی بودند که مدام می اومدن و این سوال رو از شخص پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام می پرسیدند که ما چرا از مرگ می ترسیم یا چه کنیم که از مرگ نترسیم. و اگر تحقیقی داشته باشید و سرچی داشته باشید در آموزه‌های دینی و روایات اهل بیت علیهم السلام، بسیاری از این سوال‌ها رو خواهید دید و جواب‌هایی که اهل بیت علیهم السلام دادن. در یکی از این موارد، ششمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مطلبی رو بیان می‌کنند از ابوذر رحمت الله علیه که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شخصی اومد خدمت جناب ابوذر و سوال کرد که این چرا اینطوریه که معمولا ما انسان‌ها از مرگ می‌ترسیم، و جناب ابوذر
اینگونه جواب داد که زیرا شما دنیا را آباد کرده اید و آخرت را ویران ساخته اید و خوش ندارید که از خانه آباد خود به منزل ویران بروید. این یکی از دلایل ترس از مرگ هست در برخی از انسان‌ها. عرض کردم عوامل و دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که یکی از دلایلش همین هست و مطالب بسیاری از این دست در رابطه با مرگ در روایات و آموزه‌های دینی بیان شده. در نمونه دیگری مولانا امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند مرگ ما را با دنیای تازه‌ای روبرو می‌کند که همه عوالم آن برای ما شگفت‌انگیز و ورود به این دنیای جدید تنها با برافتادن پرده‌ای امکان می‌یابد که به دست مرگ فرو می‌افتد. در خطبه 20 نهج البلاغه این عبارت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در حقیقت حضرت می‌فرمایند مرگ پایان زندگی در دنیاست. این یکی از تعبیرهای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در خطبه 106 نهج البلاغه و خطبه 20 نهج البلاغه میتونید کامل ترش رو مطالعه بفرمایید. سلام میکنم به سرکار خانم زهرا از شیراز. سلام آقای مهنام، من به شما سلام میکنم و سلامی هم به آقا کنم. صلی الله علیه و آباد بده و صلی الله علیه و آباد بده و صلی الله علیه و آباد بده. آقای مهنام ببینید، با اجازه شما و بقیه کسانی که الان صحبت کردن، من نمیخوام حتی بقیه پرسرا کنم. من یه مسلمان شیعه 12 امامی هستم، اسم اشعری هستم. با تمام روایت ها، احادیث توی خود کتاب قرآن، گفته ها، کتاب های مختلف در مورد اون دنیا و صحبت خدا که اون دنیا بعد از این دنیا خیلی بهتره، خیلی خوبتره، همه اینها قبل. اما ما گفته های دیگر هم داریم که آیا من میتونم سرگرد مطمئن باشم؟ ببینید این خیلی شفاف میگم، تا دستت مطمئن باشم بعدی بقولی همون لحظه ای که بقولی قرار قبض روح بشم، ایمانم با ایمان کامل برم اون بعد. من شنیدم یه روایتی هست که میگم زمانی که آدم میخواد از دنیا بره، شیطانم میاد بالا سرش، شیطانم میاد بالا سرش که اقواش کنه. خب من از این که نتونم با ایمان کامل برم و میگن اون و موی سفید رو از ما میکشن بیرون، خب این ترس داره، این ترس داره، این دلهوره داره. من هیچ اطمینانی به این که بقولی راحت برم و اون بر برام راحت باشه، برام راحت باشه و جا بگوگه حالا نمیدونم جای خوبی داشته باشم، از این نگرانم آقای بهنام. خب سرکار خانم زهرا، الان شما چه میکنید؟ الان یک همچین سوالی در ذهن شما نقش میبنده که جهل از این دارید که در هنگام مردن آیا ایمانتون کامل هست یا نه. الان این سوال نقش بست، شما چه میکنید؟ ایمانم اصلا حساب کتابی چی میشه؟ از همون لحظه که قرار قبض روح بشم، ببینید خود نفس مردن سخت نیست، بالاخره من پذیرفتم، اومدم دارم میرم. یه جمله هست میگن ما رفتنی هست، چیزی به نام موندنی نیست. دیدیم دیگه به اندازه کافی تجربه توی دنیا داشتیم، پدر، خواهر، برادر، دوست، قوم، خویش، همه رفتن، هم اون رفتنش نیست، اون حساب کتابشه، اون مسائلی که از لحظه‌ای که میخوای جون بدی و هیچ کس نمیتونه بگه. ما الان کار برای مذاهب دیگه ندارم، همین مذهب شیعه 12 امامی. آیا کسی میتونه 100% بگه من از مرگ نمیترسم؟ از اون سوال جوابش نمیترسم، از عالم قبرش نمیترسم. ما یه خونه تو همین دنیا، یه خونه، از خونه به اون خونه پا میشیم میریم، تو هم میخواییم بهش عادت بکنیم، یک سال طول میکشه. حالا شما فکر کنیم ما از دنیا میخواییم بیریم تو عالم قبرم، بعد میخواییم بیریم تو عالم برزخ. خب سرکار خانم صدای من رو دارید؟ روایت بگن هر چقدر که حدیث بگن، میگه تا ندیدی نمیتونی، میگه شنیدن کجا میتونه مانند دیدن باشه. من میترسم آقا دهنم. ببینید سرکار خانم، شما سوالی رو فرمودید که در ذهن انسان نقش میبنده که آیا واقعا هنگام مردن با ایمان کامل از دنیا میرم یا نه.
مسلمانان. خب ظاهرا ایشون صدای من رو ندارن. اما یه امای بزرگی توش هست و اون اما باعث ترس من میشه. مزاحمتون نمیشم، امری داشته باشم. عرض کردم شما اشاره کردید که سوالی در ذهن انسان نقش می‌بنده که هنگام مردن آیا با ایمان کامل از دنیا خواهم رفت یا نه. خب جواب این سوال چه هست و موقعی که این سوال نقش می‌بنده شما چه کار می‌کنید؟ آیا دست روی دست می‌گذارید و ادامه نمی‌دید اعمال خودتون، رفتار، زندگی طبیعی خودتون رو، یا نه برنامه‌ریزی می‌کنید؟ آقا جان من تعیین می‌کنم اینو اینجوری بگم، من خودم به شخص سعی میکنم هر چی از سنم میگذره سعی میکنم تو رفتارم خیلی احتیاط کنم، تو حرف زدنم، تو رفتارم، تو نگاهم، تو خوردنم، خوابیدنم، زندگی که سعی میکنم احتیاط کنم و اون چیزی رو که دینم گفته انجام. نمیتونم بگم 100%، من شاید یه نگاهی بکنم دید خودم، از دید خودم هیچ مسئله ای نداشته باشم، یه بقول یه جمله‌ای رو بگم از ذهن خودم خطایی توش حساب کتاب کنم، اما آیا این کلمه، این جمله گرفته شد، من رفتم اون دنیا خواستم نشونم بدن، خواستم باز خواستم کنم، چیکار باید بکنم؟ احسنتون، تشکر میکنم از تماستون و اینکه نظرتون رو بیان کردید. یا علی مدد از شیراز به یزد میریم، سلام میکنم به آقای مهدی از یزد. خسته نباشید، شبتون بخیر. متشکرم، وقت شما هم بخیر. استاد بنام، زنده باش. استاد بنام، این مرگ سلام ندادم. یه اجازه بدید با یه سلامی به خواهش میکنم بفرمایید. بهترین کار همین هست. السلام علیکم یا ابو عبدالله حسین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. خب استاد بنام، میرسیم به این سوژه خیلی خوب و عالیه. مرگ از نظر من تو روایت‌های زیادی هستش. ولی این سوالی که شما میفرمایید که مرگ اگه به سراغت بیاد چجوری مثلا میخوایی بریم، این سوال خوبیه. از امام جعفر صادق میپرسن که من از کجا بدونم که خوب از دنیا میرم یا بد از دنیا میرم یا اون دنیا چی میشه؟ ایشون فرمودن هر انسانی که به وجود میاد روی زمین، خدا براش یه عدالتی میذاره به عنوان وجدان. اگه وجدانت بهت میگه عمل کردت چجوری بوده، اعمالت تو این دنیا چجوری بوده، بر حسب اعمالت، بر حسب وجدانت خودتو بسنج. اگر بد بودی پس باید بترسی از مرگ، چون خیلی چیزا رو از دست میدی، خیلی لذت زندگی رو از دست میدی. ولی نه، اگر واقعا وجدان خوبی داشته باشی، در واقع هر چی که خدا گفته اونو عمل کرده باشی، اجرا کنی، پس با وجدان راحت میتونی بری به سمت خودش که انا لله و انا الیه راجعون. آیه قرآن در این رابطه میفرماید بل الانسان علی نفسه بصیره، هر انسانی خودش بهتر از هر کسی میدونه که چه کاره هست. بله. شما شخصا آقای مهدی فهمید. اگر در جمع خانواده بله. یا در جمع دوستانتون صحبت از مرگ بشه، آیا براتون ناخوشایند هست یا نه رغبت دارید و میل دارید که در این صحبت مشارکت کنید؟ اتفاقا نصف بنام، بعضی از اقوام، بعضی از دوستان از مرگ میترسن چون طعم شیرین زندگی رو دارن میچشن، با اون دارن لذت میبرن. ولی من خودم همیشه، حالا بدون اقرار میگم، هر روز صبح که پا میشم یه اول یه سلام به اسرائیل میدم، میگم اسرائیل اگه میخوای امروز جون منو بگیری صبر کن، من یه کار خوبی انجام بدم، حداقل یه کار خوب من اون کارهای بدمو بشوره، حداقل بذار با روی خوش من برم اون دنیا، منو آلوده نبر اگر مقدوره برات. ولی بعضیا نه، میگن ولش کن، اصلا برام مهم نیست، خدا خودش فرموده من از رگی که تو گردنه به شما نزدیکترم، پس چرا یه کاری میکنی که همیشه بترسی؟ مرگ، اصلا مرگ آغاز زندگیه، ماها الان مردیم، فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم، این چه زندگیه که همش تو منجلاب گرفتاری، بدبختی، تو کارهای دیگه. ولی عاقبت مرگ یعنی خوبی، حالا بستگی به اون طرف داره که وجدانش خوب باشه و چجوری باشه. ولی از همه بالاتر ما به ائمه اگه نگاه کنیم، مگه ائمه اونا هم جونشون شیرین بود؟ امام حسین علیه السلام جان خودش و اهل بیت شیرین بود، چرا پس 72 نفر از اهل بیت خودش گذشت؟ به خاطر خدا، پس جان شیرینه، میتونست بگه نه من، برای من مهم نیست، مرگ شیرینه، بذار لذت زندگی رو ببرم. چرا پس شتاب کرد به خدا؟ پ
پس خدا رو در نظر گیره. پس ما اگه وجدانم خوب باشه، عملکردم خوب باشه، این دنیا هیچه پوچه که پیغمبر میگه تخت امد دنیا، اون دنیا ارزش داره نه این دنیا. احسنتم، تشکر از اینکه نظرتون رو بیان کردید. خدا نگهدار شما. یا علی مدد. بیننده های محترم، دیدید و شنیدید تماس هایی که بیننده های مختلفی نظر خودشون رو بیان کردن. بیننده ای از آلمان بیان داشتن که اعتقاد به معاد میتونه ترس از مرگ رو از بین ببره. بیننده ای از شیراز از ایران بیان کردن که مرگ در واقع از بین رفتن و فنا و پوسیدگی نیست، بلکه این پوسته دنیا رو درآوردن هست. بیننده دیگری اشاره کردند که جهل از این که ما با ایمان از دنیا میریم یا بدون ایمان و اینجور مسائل ممکنه ترس در ذهن برخی به وجود بیاره. و آقای مهدی از یزد هم وجدان رو بسیار مؤثر دونستن در این که هر انسانی از مرگ بترسد یا نه. نظر شما چیه؟ شما هم تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. بله، آقای محمد از بوشهر، سلام میکنم به شما. سلام علیکم. وقتتون بخیر آقا محمد. قربان محمد شما. میخواستم در این سوژه که آقای مشخص کرده من یه نظری اظهار بکنم. خواهش میکنم بفرمایید. چلشون. السلام عليك يا مولاي أبو عبد الله يا خسر الأرواح التي علت تنعاك وعقبة جوارك والغدى مع الزبارك. السلام عليك يا مولاي أبو عبد الله. زيارتكم قبول وشاء محمد. من خواهش میکنم که صدای تلویزیونتون رو ببندید، صدای من رو فقط از موبایلتون گوش بدید. آقا بسته شد. متشکرم. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. آجا سلام عرض میکنم. علیکم السلام. اول یه سلامی خدمت مولای واسه عرض کنم. بله، سلامی که عرض کردید پخش شد در کربلا، صداتون رو شنیدیم. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. آیا شما از مرگ ترس دارید؟ در مورد سوژه مرگ است. بله. بنده عرض میکنم که اگر خداوند چیزی از مرگ بهتر برای بنده اشتراق داشت، در خاتمه زندگی بهش عطا میکرد. چون بنده خدا و مخلوقات برای خداوند خیلی عزیز هست، به همجا به مرد گفتن رحمت خدا به شخص مرده هم میگن مرحوم. این یک مسئله. بعدش هم خدا در قرآن فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم الله ها یتواف الامسوه فیدی نوتا بله لکن لهم تبود که منام ها تیم سکن نوتی قضا علی مویت بیاس اخری ها جلو مسمه. خب بله، آیه 42 سوره زمر رو تلاوت کرد. بله بسیار خوب. و هم فرموده که و ما کان نفسن اتبوت الله بزن الله که هم معجله. بعدش هم ما سه نشعه داریم تا الان اول نشعه حلقت و حلقت انسانیان در حلم کشن مذکورا. یکی نشعه بعد هم که از اخذ رب بکنون بنی آدم زهونم زاریت هم در مرحله زاریه بودن. مرحله سوم که مال حالا است که انسان با به عالم باده میذاره و به عنوان انسانی نمودار میشید. بله. مرگم اول لخو الله است. چه از این بهتر که انسان وقتی که تا به دنیا میذاره میتونه حضرت امیر المؤمنین حضرت امام حسن امام حسین دیگه عزیز را ملاقات بکنه اگر توفیق داشته باشه. احسنتم. تشکر میکنم آقای محمد از اینکه نظرتون رو بیان کردید. انشاءالله که برای همه شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام مرگ این گونه باشه. خدا نگهدار شما. به آلمان میریم. سلام میکنم به سرکار خانم جوانبخت. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل عباس علیه السلام. و سلام خدمت شما، خدمت گزاران شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. علیکم السلام. ممنونم. آقا بهنام، شما فرمودید که دیدگاه اسلام نسبت به مرگ چیست، ولی به نظر من که مرگ کدام ترسی ندارد. کسی که نماز و روزه بپا کند چرا از مرگ بترسد؟ کسی از مرگ میترسد که مرگ را فراموش کرده باشد و غرق از گناه شده باشد، مثل کسانی که از اسلام نام میبرند اما کدام اسلامیت وجود ندارد
و برادر مسلمان خود را به قتل می رساند و مال کسی را می خورد از مرگ خبر ندارد. اگر یک شخص به احکام و دین خود پی ببرد و دین خود را کامل بسازد، چرا ترس داشته باشد؟ احسنتم. سرکار خانم جوانبخت، نگاه خودتون به مرگ چی هست؟ بله؟ نگاه خودتون و دیدگاه و نظرتون نسبت به مرگ چی هست؟ خب، به نظر من که مرگ کدام ترسی ندارد، چون خودم از خودم 13 سالم هست، من دختر ایشان هستم و من خودم 13 سالم از تو امین آلمانم هستم، ولی کدام ترسی ندارم نسبت به مرگ. چرا؟ چی شد که به اینجا رسیدید؟ مرگ در نظر شما چی هست که ازش نمی ترسید؟ چون که ماها مامان و بابامون همیشه به ما میگویم که شما نباید از مرگ بترسید، مرگ کدام ترسی ندارد، و پدرم هم مدعا اهل بیت علیه السلام خدا حفظشون کنه و ما کتاب سیاحت غرب هم داره میخونیم، فیلم آشم تو یوتیوب نگاه میکنیم. خب چرا باید از مرگ بترسیم؟ ما باید همیشه دعا کنیم که همیشه باید دعا کنیم که امام حسین برای ما داشت باشند و همینجوری انشاءالله. تشکر از تماستون، خدا نگهدار شما. یا علی مدد. ببینید بیننده های محترم، کلمه موت یعنی مرگ و مردن با مشتقاتش، با مجموع مشتقاتش 185 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده. من درخواست میکنم که برخی از این آیات رو مراجعه بکنید، همین امشب مراجعه بکنید و با تأمل در ترجمه و تفسیر و شأن نزولش این آیات رو مطالعه بکنید. برخی از این آیات رو من فقط آدرس میدم که انشاءالله بنویسید و یادداشت کنید و مراجعه کنید. آیه دوم سوره مبارکه ملک، آیه 184 سوره مبارکه آل عمران و 145 سوره آل عمران، آیه 42 سوره زمر، آیه 64 سوره عنکبوت، آیه 60 سوره واقعه و آیه 11 سوره سجده و آیه 77 سوره نساء، آیه 7 سوره جمعه و همینطور آیه 6 و 7 سوره مبارکه جمعه. این آیات رو مطالعه بکنید، تفسیر و شأن نزولش رو ببینید، یقیناً مطالب بسیاری به دست خواهید آورد در زمینه مرگ و این چیزی که دیده میشه. معمولاً این گونه هست، شاید شما جزو این گونه از این دسته از انسان‌ها نباشید که از مرگ بترسید، اما معمولاً اینطوریه که مردم از مرگ میترسن. شاید در بین زن‌ها این بیشتر باشه، نمیدونم. حالا خانم‌هایی که بیننده شبکه هستن و بیننده هشتگ سوژه هستن نظرشون چی هست، ولی معمولاً در بین زن‌ها اگر در مکالماتشون صحبتی از مرگ میشه، میگن نه صحبتش رو نکن، حرفش رو نزن. یا حالا برخی شاید بر این باور باشن که انرژی منفی وارد زندگیشون میشه و از این نوع صحبت‌ها. نمیدونم حالا شما از کدوم دسته از انسان‌ها هستید، آیا ترس دارید یا نه و دلیلش چی هست. تماس بگیرید و در این زمینه بیان کنید نظرتون رو. بیننده های محترم که درخواست میکردید چرا پیام هایی که ارسال میشه، کامنت هایی که در اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام یا اینستاگرام برنامه سوژه و اینستاگرام شخصی بنده یا از طریق واتساپ و پیامک یا تلگرام ارسال میشه خوانده نمیشه در برنامه، خب میبینید دیگه در همه قسمت ها به دلیل ضیق وقت فرصت نمیشه. ولی تشکر خاص میکنم از روابط عمومی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام که وقت گذاشتن و این نظرخواهی که شده بود امروز در اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و در استوری اینستاگرام گذاشته شد، دستبندی کردن و برای شما بیننده های محترم به نمایش قرار میدیم. تشکر میکنم از روابط عمومی شبکه و همراهی شما بیننده های محترم.
بیننده های محترم، صدا و تصویر ما رو از بین الحرمین استودیوی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا دریافت میکنید. تشکر میکنم از روابط عمومی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام که دستبندی کردند و از میان صدها پیامی که در اینستاگرام شبکه امام حسین علیه السلام ارسال شده بود، برخی از اونها رو به عنوان نمونه آماده کردن و پخش شد. مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در فرمایشی می‌فرمایند تخففوا تلحقوا. دو کلمه هست این فرمایش مولا. سبکبار شوید تا به کاروان برسید. کسانی که از مرگ می‌ترسند، آیا واقعا اینطور نیست که ترسشون از اعمال خودشونه؟ ترسشون از این که با این که ما کوله بارمون برای آخرت آماده نیست چطور از این دنیا بریم؟ شاید بیشتر ترس ها از مرگ این گونه باشه. و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند سبکبار و سبکبال شوید تا برسید به هدف، به مقصد و به کاروان آخرت. در زندگی دنیا یکی از مهمترین عواملی که مایه ترس از مرگ هست دلبستگی و وابستگی هست که خدای متعال در آیه 46 سوره مبارکه کهف می‌فرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. این مال و بنون و دارائی ها و ثروت و خانه و زندگی که خدای متعال زینت این دنیا قرار داده، معمولا بیشتر مردم وابسته و دلبسته این زینت ها میشن و از آخرت غفلت میکنن. یکی از عواملی که مردم از مرگ میترسن همین هست. سلام میکنم به آقای علی از تهران. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مجری خوب برنامه استاد بهنام گرامی و همکاران خوبتون و همچنین متشکرم برنامه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. سلام و درود خدا بر چراغ هدایت، کشتی نجات، رحمت واسعی الهی حضرت ابو عبدالله حسین، برادر بزرگوارشون قبل حوائج حضرت ابوالفضل عباس، اولاد پاک مطهر، اهل بیت گرامی و اصحاب. احسنتم. بفرمایید علی آقا، نظرتون رو میشنویم. آیا شما از مرگ حراس دارید؟ مرگ علت ترس از مرگ عوامل مختلفی داره که همه اونا یک جور ارزش گذاری نمیشه، ولی خب چون یه چیزی هستش که تجربه‌ای هست که برای هر فردی اولین باره و یک ابهامی داره، ناشناخته است، یه مقدار ترس داره. ولی خب ترس از مرگ عوامل مختلفی داره که همشون یک جور ارزش گذاری نمیشه. مثل بله. ترس کسی که خودش رو در پیش مسئول و پاسخگو میبینه، این فرق میکنه با کسی که یک اون بدی کرده، ظلم کرده، یا کسی که اصلا ایمان نداشته. ولی خب به طور طبیعی این ترس همیشه هست برای همه، حالا درجاتش فرق میکنه، ولی هرچه آمادگیمون بیشتر باشه ترسمون طبیعتا کمتر میشه. درود بر شما. نگاه شما به مرگ چی هست؟ خب نگاه ما به مرگ میتونه بر اساس اعتقاداتمون باشه، به همون اصول پنجگانه اصول دین. در روایاتمون مرگ نابودی نیست، بلکه انتقال از خونه به خونه دیگه است و بله. برای مؤمن مرگ مانند بویدن یک گلی هست و ذکر شده که همانند خوشبوترین رایحه. این برداشت از روایات هست، این چیزا که عرض کنم خدمتتون. برای مؤمن همانند خوشبوترین رایحه ای که به مشامش میرسه و نجات از بلاها و گرفتاری هاست. خب در حد اعلاش اون جمله حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست که ازشون ذکر شده که اشتیاقشون به مرگ از اشتیاق یک شیرخواری به سینه مادرش بیشتره و همونطور که شهید هم شدن فرمودن فست و ربل کرده. بله. دارین که از این دنیا و از اون آلامش راحت شدن و به سرای باقی شتافتن. احسنتون. خب آقای علی آقا، در یک جمله بفرمایید که سخن شما با کسانی که از مرگ حراس دارن، میترسن، حتی حاضر نیستن در مورد مرگ و مردن صحبت کنند، در یک جمله بفرمایید که حرفتون با این افراد چی هست؟ من فکر میکنم با کسب آگاهی از مرگ میتونیم ترس غیر واقعیمون تبدیل به ترس واقعی کنیم.
و یه مقدار ترس به خاطر اعمال خودمون. اگه جهان بینیمون بر مبنای همون اصول اعتقادیمون باشه، این ترس به نظر من خیلی کمتر میشه. احسنتون. به نگاهمون به اعتقاداتمون داره. درود بر شما. تشکر میکنم از اینکه نظرتون رو بیان کردید. خدا نگهدار شما. یا علی مدد. سلام میکنم به آقای اویس از تهران. با عرض ادب و سلام خدمت شما و همه بینندگان محترم. مرگ جداییست. برای خوبانش هم چه سخت باشد. هرچند به خوف و در جا نقش باشد. مکانم گذرا مکان باشد. نباشد که بیمشان باشد. نه تم باشد. نه نام باشد. که من از جان به جانانم. یهوه و نامهایش که من بچه دیگر نمیدانم. شک و تردید به خود بدر کردم. به محبوبش به آرام را نظر کردم. یکی جویم. یکی گویم. یکی دانم. یکی خانم که به مصطفی سلام کردم. که از خاکم که بر بادم و از آبم. نخواهم آتشی را که به خواه کردم. به عرشیان نظر کردم. به فرشیان قسم به فرشیان قسم که بکن فیکونش سلام کردم. اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم از آقای اویس که نظرشون رو در قالب شعر بیان کردن. خدا نگهدار شما. یا علی مدد. برخی از مردم هستن به خاطر عمل کرد خودشون و گناهانی که دارن در این دنیا از مرگ میترسن و هر موقع که فکر مرگ به ذهنشون میاد و به قلبشون راه پیدا میکنه به فکر گناهانشون میفتن و اینکه چه کنم با این بار گناه، که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند چنان مباش که به خاطر گناهان زیاد خود مرگ را ناخوش داری. چنین افرادی باید سعی کنن که برنامه ریزی کنن برای سفر آخرتشون و تا جایی که ممکن هست واجبات و انجام بدن و محرمات رو ترک کنن و سبکبار انشاءالله این انتقال از دنیا به آخرت صورت بگیره. سلام میکنم به آقای امیر از تهران. الو امیر آقا، صدای من رو دارید؟ الو صدای شما پخش میشه. سلام میکنم به شما. سلام بر شما، وقتتون بخیر. خسته نباشید. خیلی تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادید و خدمت شما شرکت کردم. چند بار اول یک سلامی عرض کنم. خواهش میکنم، بهترین کار همین هست، بفرمایید. سید الشهدا علیه السلام. و فقط خواهش میکنم به اختصار باشه که بیننده های دیگری هم در انتظار هستن تماسشون وصل بشه. بله. صلی الله علیک یا ابا عبد الله. یا حسین یا ابا. صلی الله علیک یا ابا عبد الله. صلی الله علیک یا ابا عبد الله. ان شاء الله که بتونیم به زودی ان شاء الله برسیم خدمت حضرات معصومین علیهم السلام. در مورد موضوع برنامه‌تون، خب نکته‌ای رو که می‌خواستم عرض کنم، شما قبل از بنده کوتاه بهش اشاره کردید. بعضی ها به خاطر اعمالی که دارن و رفتاری که دارن از مرگ میترسن و این یکی بله. خیلی طبیعی است و طبیعتاً کسی که میخواد با خیال راحت به سراغ مرگ بره و یا مرگ به سراغ اون بیاد، اینجوری بهتره که عرض کنم، اینه که به بخاره یک کوله باری داشته باشه که حداقل درونش گناهی نباشه و که بتونه با خیال راحت به استقبال مرگ بره. ما متاسفانه الان در کشورمون خیلی ها رو داریم که متاسفانه نه تنها که اعمالشون، رفتارشون اصلا و به هیچ عنوان درست نیست، بلکه هیچ نگرانی هم از مرگ ندارن، که نه اینکه مرگ با اینها یک رفت بسیار درستی داره و یا اینکه توجیهاتی رو برای خودشون میارن و هیچ ابایی ندارن از اینکه به خاطر مرگ. خب آقای امیر، سخن شما با چنین افرادی چی هست؟ ببینید، من میخوام این رو عرض کنم، افرادی که اینجوری هستن، ببینید مثلا من یک تشی رو مثال بزنم، چی رو بگم که بتونم
منظور همین افرادی که شما فرمودید که هیچ نگرانی از مرگ ندارن، در یک جمله باهاشون صحبت کنید. بله، ببینید آقای بهناب، ببینید شما مثلا این مسئله بازیگرای سینما رو ببینید، افرادی هستن که متاسفانه یک زندگی بسیار به قول معروف لاکچری دارن و یک میلیاردی خرج میکنن، از بیت المال خرج میشه براشون، پول مردم رو به جیب میزنن و خدمت شما عرض شود که افرادی هستن که در اختیار این حکومت هستن، از یه طرف در اختیار حکومت هستن، از اون طرف میان ادعا میکنن که ما با اینها نیستیم. این جور افراد شما ببینید، مثلا مثل خانم مثلا مهناز افشار، من به عنوان مثال میارم، این خانم به خاطر رفتارش، به خاطر کارهایی که داره انجام میده، واقعا ایشون باید از مرگ بترسن و عرض داشته باشن. خب من عرض کردم آقای امیر که در یک جمله صحبتتون با چنین افرادی چی هست؟ بفرمایید. جان عرض کردم در یک جمله بفرمایید که سخن شما با چنین افرادی چی هست؟ ببینید سخن من مخصوصا با این افراد، چون که من خودم ضربه خوردم از این قشر سلبریتی های حکومتی و این بازیگرای حکومتی، میخوام بگم که این پولی که اینها میخورن، این زنانی که چجوری بگم خدمت شما ارشد، سلبریتی هایی که حکومتی هستن و یه جورایی سفارشی هستن، من میخوام بگم این پول ها و این کارهایی که دارن انجام میدن، مرگ سختی رو در انتظارشون باید ببینن و مطمئنن وقتی مرگ سراغ این افراد میاد و این سلبریتی های حکومتی و این بازیگران مثل مثلا همین خانم مهناز افشار میاد، بدونن که مرگ به شدت با اینها برخورد میکنه و اون لحظه ای که مرگ سراغ اینها میاد باید لحظات بسیار بسیار سختی رو بگذرونن، به خاطر اینکه اینها پول مردم رو خوردن، مال مردم رو خوردن، بیت المال رو خوردن و از طرفی هم که اینها آدم های این حکومت هستن و این از همه بدتره و به نظر من مرگ رو بسیار 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 سخت میکنه. خب آقای امیر، مطالبی که فرمودید رو هرچند نمیشه تعمیم داد و به همه بازیگرها این رو نسبت داد، ولی انشاءالله که خدا مرگ رو برای همه ما آسان بگرداند. تشکر میکنم از تماستون، خدا نگهدار شما. یا علی مدد. شخصی خدمت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مشرف شد و سوال کرد یا ابن رسول الله، چرا مرگ نزد ما مردم ناخوشاینده؟ حضرت امام مجتبی علیه السلام فرمودند زیرا شما آخرت خود را به دلیل گناهان و اعمال زشتتان ویران کردید و دنیای خود را آباد کردید و دوست ندارید که از این آبادی به ویرانی روید. یا در کلامی حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام فرمودند مرگ برای مؤمنان مانند کندن لباس چرکین است و گشودن غل و زنجیرهای سنگین و تبدیل آن به فاخرترین لباسها و خوشترین عطرها و راهوارترین مرکبها و مناسبترین منزلها. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم یا ابن رسول الله. انسان مؤمن به امید رحمت بی پایان و توجه به مهربانی و لطف خداوند و انجام وظایف و تکالیف شرعی خود و ترک محرمات و توبه و بازگشتش به سوی پروردگار می تواند در مورد مرگ چنان بیندیشد که نه تنها از آن نترسد بلکه مشتاق آن گردد، چرا که در آنجا با رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همه اطهار علیه السلام همنشین شده و از نعمتهایی که در تصور نمی کنجد برمن می شود. مرگ یکی از نعمتهای الهی است که متاسفانه به خاطر تعریف کردن به نابودی و نیستی از معنای واقعیش آغوش پر میر پردگار باشد برگشته است. امام حسین علیه السلام در کربلا هنگام شدت گرفتن جنگ درباره حقیقت مرگ، مرد به اصحاب خود فرمود شکیبایی کنید ای عزیزان، مردان بزرگوار، مرگ تنها پلی است که شما از ناراحتی ها و رنج ها به باغ‌های وسیع بهشت و نعمت های جاودان منتقل می کند، اما برای دشمنانتان انتقال یافتن از قصر به زندان و عذاب منتقل کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر.
امام صادق علیه السلام میفرماید مرگ برای مؤمن مثل خوشبوترین گلهایی است که آن را میبوید و از بوی خوش آن از حال میرود و خستگی و درد از او جدا میشود و برای کافر مانند نیش عقرب افعی است بلکه سخت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای متعال در آیه 46 سوره مبارکه کهف حیات دنیا و این زندگی را یک زندگی گذرا و فانی و نعمتهای آن را نابود شدنی معرفی میکند و تنها زندگی اخروی است که نعمتهایش ابدی و باقی و جاودانه است. مرگ نیز یک حالت طبیعی است، مرحله از زندگی فانی این دنیا و رجوع به زندگی باقی و همیشگی آخرت است که انسانها بر اساس تکامل در این دنیا و در حیات و زندگی به سوی آن در حرکتند. به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردند که یبن رسول الله مرگ را برای ما توصیف کنید. امام صادق علیه السلام فرمودند مرگ برای مؤمن مثل خوشبوترین گل هاست که آن را میبوید و از بوی خوش آن از حال میرود و خستگی و درد از او منقطع میشود و برای کافر مانند نیش افعی و عقرب بلکه سخت تر از آن است. تشکر میکنم از همراهی شما بیننده های محترم با این قسمت از هشتگ سوژه. از خدای متعال درخواست میکنیم که انشاءالله مرگمون رو شهادت قرار بده و دفنمون رو در شهر مقدس کربلا. تا قسمتی دیگر از برنامه هشتگ سوژه، پنجشنبه ساعت 19:15 به وقت تهران، خدا نگهدار شما. یا علی مدد.